دشمن ما وابسته به سلاح‌های جور و جوری است که به قیمت نوکریش به او دادند، اما مؤمن وابسته نیست. هر نوع وابستگی مؤمن را از وصول به حق باز می‌دارد و همچون غل و زنجیری که بر دست و پای زندانیان می‌بستند، او را به زمین می‌چسباند و قدرت قیام را از او می‌گیرد. مؤمن اگر وابستگی داشته باشد نمی تواند قیام کند و عصر ما عصر قیام است. دشمن مرتباً با هواپیما حمله ور می شود و از سلاح‌های شیمیایی هم استفاده می کند. و پدر جان، من به یاد سگ‌های آبادی می افتم که وقتی حمله ور می شدند، اگر نمی ترسیدی هرگز جرأت جلو آمدن را نداشتند و به کوچکترین تکان دست تو پا به فرار می‌گذاشتند، و اگر نه، اگر از آنها می‌ترسیدی جرأت می‌یافتند و حمله می‌کردند. اسرائیل سرزمین‌های ما را همین گونه اشغال کرده و روش‌های صدام نیست همان گونه است. خسته نباشین برادران، خسته نباشین، انشالله که موفق باشین. بر همین معناست که تأکید می‌ورزند وظیفه ما عمل به تکلیف است، هرچند که این به از بین رفتن همه ما بیانجامد، که البته این چنین نخواهد شد. فریاد درست در زمان ای بلند شده است که شیطان حاکمیت خیش را بر کره زمین کامل می انگاشت و بشر غربی به پایین ترین مراتب هبوط خیش در لجن حیوانیت رسیده است. اینها با آن غفلت زده های خسته و کسلی که در شهرها و این سوی آن سوی پراکندند و هیچ چیز آنان را به صحنه های عظیم تحقق تاریخ فردا پیوند نمی زند، خیلی تفاوت دارند. این تفاوت از کجا آمده است؟ تو گویی جان آنان رودی است که به دریای عظیمی از شور و اشتیاق، اراده و عزم و تصمیم و صبر وصل است که تمامی ندارد. آنان از مرز خواسته های حیوانی وجود خیش گذشتند و با مرگ خو گرفتند و به حیای آینده هستند، و آینده انسان آینده الهی است. آنان ابراهیم وار هجرت کردند و اسماعیل گونه سر به قربانگاه سپردند تا انسان به خلیفت اللهی و امامت رسد، و این است معنای باطنی این سخن که راه قدس از کربلا می گذرد. راه قدس با کاهلی و تناسایی و دل به جیفه بی مقدار دنیا بستن میانی ندارد. راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است.
و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. راه قدس مرد جنگ می خواهد و مرد جنگ نیز کربلایی است و کربلایی مرد میدان عشق است و از سختی ها و مشقات و سرباختن ها و جان دادن ها نمی هراسد. شهر آزادی خود از کربلا باید گذرد، بهر آزادی خود از کربلا باید گذرد. سر جدا باید گذرد. برای دریافت حقیقت آنچه در جبهه های نبرد می گذرد باید این همه را در مجموعه تاریخ جهان نگریست و باید این نکته بسیار شگفت را دریافت که چگونه این وقایع تاریخ آینده کره زمین را به جانب تحقق وعده های قرآن می کشاند. سوره اسراء را بخوان و خصال یاوران مهدی علیه السلام را بنگر و حال بدین راهیان امروزی کربلا که به مقتضای انتظار عمل کرده اند و به جبهه ها شتافته اند نگاه کن چه میبینی؟ آری برادر، وقت آن رسیده است که یک بار دیگر نشانه تحقق وعده های الهی را در آن چه می گذرد ببینیم و با یقین بیشتر پای در راهی نهیم که از کربلا به سوی قدس می رود. کربلا باید گذشت، بحر آزادی قدس از کربلا باید گذشت، از کنار مرقد آن سر جدا باید گذشت، از کنار مرقد آن سر جدا باید گذشت. خیز ای رزمندشی خانه از دشمن بگیر، خیز ای رزمند شیر خانه از دشمن بگیر.